ای وطن، ای ریشه من، عشق من، اندیشه من، گور من، گهواره من، قلب پاره پاره من، قلب پاره پاره من. من ایرانی نیستم. سلام، اسم من غلام جواد آخونپور هست. من یک حرمباز قهار هستم. من فکر میکنم که مسلمانم، ولی از مشرکان مکه هم بدترم. خودم فقط خبر ندارم. من کاری کردم که تصویر سنی های حدیث پرست که چیزی به نام داعش از درون و قلب خشک مذهبیشون بیرون میاد، در مقابل تصویر من شبیه بزرگترین دانشمندان بشریت بشن. به حول الله و قوت جان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياك نعبد و اياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الله اكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سبحان ربي العظيم. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى. الله اكبر. الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشكرشون. من اساسا از همه چیز بت میسازم. من بت پرست فوق العاده ای هستم. من چنان ذات بت پرستی دارم که حتی نماز من و رابطه من با خدا هم تبدیل میشه به بت پرستی، چون من اصولا عبادت رو به دلیل منافع شخصی ام انجام میدم. یعنی نفسم رو میپرستم و دینداری من به دلیل پرستش نفس و تعصب ایجاد شده از این بابت من رو تبدیل به یک چیز بسیار خطرناکی کرده. من حاضرم به خاطر این شیطان پرستی پنهانم دست به هر جنایتی بزنم. هر چیزی که در اسلام قدغن هست رو به بدترین حالت حاضرم انجام بدم و هر چیزی که در اسلام آزاد هست و یا حداقل به اختیار هست رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به دیگران قدغن میکنم. برای من فقط خودم مهم هستم و افرادی که مثل من فکر میکنند یا به من کمک میکنند، حتی اگر جانی و بچه باز باشند، تا من بتونم در دنیای کوچیک خود که دارم با به میل خودم زندگی کنم. اما مرزی میکشم بین کسانی که نمیخوان با به میل من زندگی کنند و دلیلش هم فراتر از دشمنی فرهنگی هست. من فکر میکنم غیرت دارم، ولی با معجونی از بی تدبیری، جاهلیت و بی اصل و نسب بودنم شرایطی رو فراهم میکنم که بی غیرت ترین مخلوقات هم نتونن همچین شرایطی برای جامعهشون درست کنن، چون من از مسئولیت حد الامکان فقط اون قسمت شکلات و نباتیش رو قبول میکنم. اما بگذارید بگم که چرا من مثل خیلی های از شما ایرانی نیستم. زمانی چشم ایرانی در دنیا معروف بود، چشم ایرانی خاص بود. ایرانی رو از روی رنگ پوست یا رنگ مو غیره نمیشناختن. ایرانی رو از روی چشم‌های زیبا که معروف به چشم ایرانی بود تشخیص می‌دادند. چشم آینه روح است و روحیه پرتو روح. فرق روحیه ایرانی و غیر ایرانی در یک جمله خلاصه می‌شود: هدف وسیله غیر اخلاقی و غیر انسانی را توجیه نمی‌کند. دوباره، هدف وسیله غیر اخلاقی و غیر انسانی را توجیه نمی‌کند. من خیلی وقت است که چشمای ایرانی خود را از دست دادم. من ایرانی نیستم. درود، من پارسا نیک آریا هستم. من فکر میکنم وطن پرستم، اما بزرگترین دشمن ایرانم. من اصلا دیگر ایرانی نیستم، اما خودم خبر ندارم. من آلوده اپوزیسیونی شدم که کاملا مرزهای کودکانه ترین رفتارهای قهرآمیز رو جابجا کرده.
من اسیر عقده های کودکانه خودم هستم، اما متاسفانه ازش تا حد زیادی بیخبرم. من برای خودم دنیایی ساختم که درونش دشمنان من دشمنان ایران هستند و هیچ کار خوبی رو دشمن نمیتونه انجام بده. در منطقه من هر اتفاقی در این دنیا میفته مقصرش دشمنان من هستند. هیچ خبری که اطلاع از بیگناهی یا حتی خوبی کسانی رو که من باهاشون دشمن هستم رو بده رو قبول ندارم. کلن من سانسورگر خوبی هستم، ولی شعارم آزادی بیانه. پاش برسه به بهانه آزادی بیان سرکوب هم میکنم. بجز اینها شعارهای مزخرف دیگری هم دارم که خیلی هاش رو نمیفهمم. بعضی از شعارها خود من رو تا پای مرگ هم بردم، ولی من چون کلن آدم نفهمی هستم نمیتونم شعارهای خودم رو درک کنم. مثلا یکی از این شعارها آزادی زن هست. منظورم هم از این نیست که هر زنی خودش باید انتخاب بتونه بکنه که حجاب داشته باشه یا نه. این رو که 99% مردم ایران فکر میکنم موافقش هستن. نه، من منظورم از آزادی زن چیز دیگری است. اولش که کلن حجاب باید قلقم بشه و ثانیاً این که هر زنی باید اونقدر آزاد باشه که هر جوری که میخواد با هر کسی که میخواد رابطه برقرار کنه. خودم هم یک بار قربانی عواقب همین شعارها شدم و تا خودکشی هم رفتم. در حال حاضر هم همین خانوم ها با آزادی هاشون منو کاملا تخلیه احساسی کردن، یعنی بلایی به سرم آوردن که من تا آخر عمر دیگه نمیتونم خانومی رو واقعا دوست داشته باشم. فقط ازشون برای مدت زمانی استفاده جنسی میکنم و بس. یعنی من شدیداً خواهان آزادی استثمار و بیگاری جنسی هستم، با وجود اینکه خودم هم یک قربانی بیش نیستم. بچه‌ای هم که از خودم ندارم، اما هی صبر کنید، شعارم هنوز سر جاشه. آزادی، آزادی، درود بر آزادی. آزادی که درونش هر کی هر جوری میخواد باید بتونه هر کاری که دلش میخواد رو انجام بده. یعنی من شدیداً مخالف محدودیت‌های شخصی هستم، ولی وای اگر کسی بخواد قانونمند نباشه یا قانونمند باشه. اگر در کشور دشمن یعنی در ایران باشه، من سریع شروع می‌کنم به زر و نق زدن. گفتم که من کلاً آدم نفهمیم، شدیداً هم دنبال انتقام هستم و آلت دست غربی هام. دوست دارم ایران یه جوری باشه که من بتونم برم و اونجا سریع خون بریزم. من ایرانی نیستم. من چشمان ایرانی پر از رحمت خودم رو خیلی وقت پیش از دست دادم. فرق بین من و یک ایرانی در یک جمله هست. هدف وسیله غیر اخلاقی و غیر انسانی رو توجیه نمی کنه. درود و سلام. اسم فعلی من حسین منتظر المهدی هستش. قبلا اسم خانوادگی ما چیز دیگری بود، بعدها هم بستگی به زمان و مکانش داره، ولی احتمالا اسم ما عوض خواهد شد. من یک پاچه خار حرفه‌ای هستم، اون آدم بی خودی که میگن منم. زبون بازم و حراف، پر روح هستم و منفعت پرست. چهره واقعیم رو هیچ وقت هیچ کس نمیبینه. هیچ کس و هیچ چیزی برای من مهم نیست جز خودم و شاید خانوادم. ولی به موقعش دیندار میشم، به وقتش وطن دوست، به وقتش چپگرا و و و. من یک آفتاب پرست واقعی هستم. از اولش اینطور نبودم. کمبودها و معجونی از ضعفهای صفتی و خصلتی از من یک همچین موجودی درست کردند. دنیا رو اگه آب ببره، من به فکر جوچ هستم و نوشابم. بعد من اصلا طوفان نوح بیاد، به من چه؟ چیز لق همه، اصلا همه بمیرن. من ایرانی نیستم. من از قدرت بالای سرم فقط بیمسئولیتی رو یاد گرفتم و بیهویتی رو. هویتی ندارم. هویتم دراز مدتی است که زیر ماسکایم گم شده. رسیدن به منافع خودم بالاترین و مقدسترین هدف برای من است. من ایرانی نیستم. ایرانی اصیل در طول تاریخ وسیله کثیف و آلوده را هیچ وقت توجیه نکرد. نگاه کنید به کوروش و داریوش و ساسانیان و سامانیان تا به افراد و اشخاصی که به خاطر نریختن خون هموطنانشان از حکومت دست کشیدن و
کشور را رها کردند. درود ویژه دارم خدمت دوستان و دشمنان عزیز. اسم من الف نون ب ه، البته ه جیمی، کاف میم ج هستش. اینها لقب‌هایی است که ملت به من دادن. مجبورم فقط مخففش رو بگم چون کاملش بالای 18 سال هستش. به این چند تا لایک های فیک و 4 تا پاچه خار و اسکل و مشنگم لطفاً نگاه نکنید. فقط اینقدر بس که وقتی که ناکسی حد و مرز بی‌شرافتی رو میگذرونه، مردم با شرف به ژنتیکش هم حتی شک میکنن. به هر حال من دوران سختی رو گذروندم و همیشه تحقیر شدم. جوری شده که حتی از تحقیر شدنم لذت جنسی میبرم و این مسئله من رو خیلی آزارم میده. دوست ندارم از تحقیر شدن لذت ببرم، ولی دست خودم نبود. اینجوری شد و من هم اینی شدم که هستم. به همین دلیل هم هست که عقده یک نوازش و عقده اقتدار رو دارم. یعنی دوست دارم دیده بشم و نوازش و یک دنیای خیالی برای خودم بسازم که درون اون من همه کار میتونم انجام بدم. دنیای بیرون من رو نمیبینم و نمیخوام درست ببینم. دوست دارم دنیا جوری باشه که من میخوام ببینم. وسواسی هم که دارم شاهد همین وسواس درونی هم هست که نشان فاصله بین من و دنیای واقعی است. من انقدر از حقایق دور شدم که حتی ذلیل بودن رو هم اقتدار میبینم. من مخلوق کاملا متوهمی هستم. خودم رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که هستم جلوه میدم. دهانم رو که هنوز بوی چیزهایی میده که گفتنش اینجا اصلا جالب نیست، خیلی بیشتر از حد و مرزم باز میکنم و از خدا و پیغمبر گرفته تا به سیاستمداران و هنرمندان توهین میکنم. البته این یک نوع تراپی برای خودم هست. لجن درونم رو کاملا میشناسم و اینجوری از اون فرار میکنم. من از نسل جدیدی هستم که معنای واقعی هدف لجنترین وسیله رو توجیه می کند درونش کاملا حک شده است. من خطرناکترین و موذیترین دشمن نادان کشور و فرهنگم هستم. به جای اینکه بخوام وصل کنم و متحد کنم، بیشتر می خوام تفرقه بندازم و توهین کنم و دور کنم. من ایرانی نیستم. من یک مخلوق بی ارزشم. هموطن، اگر میخوای ایران و ایرانی زنده بمونه، از ارزش‌های ایرانی پاسداری کن. از خودت، از همین الان شروع کن. وصل کن، متحد کن، قهر نکن، به دیگران به چشم بار بر دوش نگاه نکن. انسان‌ها رو سرمایه‌ای ببین، با دیگران دوست باش، حسودی نکن، خودبین و خودخواه نباش و از همه مهمتر هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ وقت نگذار هدف وسیله غلط رو توجیه کنه. به امید روزی که ملت ما به این نتیجه برسه که نباید فقط با خارجی ها یک برجامی رو امضا کنه که تازه اونا هم جر بزنن. یعنی به امید روزی که شاهد یک برجام درونی باشیم. چون اگر ایرانی های درون و ایرانی های خارج از کشور متحد بشوند، هیچ قدرتی جز قدرت الهی نمیتونه در این جهان جلوشون بایسته. و این رو دشمنان این فرهنگ و خاک و بوم خوب میدونن و با پروپاگاندا و کلک‌های مختلف و سوء استفاده از بعضی از مردم نادان تولید مزدور و تفرقه در بین ایرانیان میکنند. به امید سلامتی ایرانیان و سربلندیشان و به امید پیروزی همه پارسی زبانان این کره خاکی.